بهروز چند تا ورد خوند و دستشو بلند کرد و سری رفت خونه بینیشو شست و اومد و گفت خیلی بد قلقن اینا، اما نترسید، هر چیزی راهی داره. بعد صدای ضربه های آروم از چهار طرف خونه می اومد. گفتم آقا بهروز اگه اینا واقعا راست بگن چی؟ گفت نترسین، اینا قدرتی ندارن که به شما صدمه بزنن. تنها کاری که میتونن بکنن ترسوندن شماست و تو گوشتون وسوسه کنن. گفت هرچی هم شنیدین حتی توی ذهنتون بهش اهمیت ندید. بهروز رفت و از توی ماشینش چند تا وسیله و کتاب آورد و گفت ببینم ملافه سفید داری؟ گفتیم آره و رفتیم براش ملافه سفید آوردیم. گفت حالت سزل مثلث بشینید. ما هم نشستیم و روبروی هر کدوممون یه شمع سفید روشن کرد و یه جلد کتاب که جلد چرم داشت و معلوم بود خیلی قدیمیه بازش کرد و یه ورد خوند و بعدش چند تا دیگه هم خوند و کمی بعد به طرز وحشتناکی زیر ملافه یه چیزی شروع به حرکت کرد و تکون میخورد. واقعا ما از ترس مات و لال شدیم. یه چیزی عین سر وسط ملافه بود که بهروز دستشو گذاشت روی اون سر و اون ثابت شد. بعدش شروع کرد به دعا خوندن که یهو یه صدای کریه شبیه خورناس ازش بیرون اومد. واقعا نمیتونم بگم چه حس وحشتناکی داشت و چطور ما ترسیده بودیم. دقیقا انگار فلج باشیم. یه جا ثابت تکون نمیخوردیم. چند تا خورناس بد کشید و بهروز گفت ساکت باش. بعد بهروز با یه صدای کلوفت و خشی گفت احرق افرق. یهو خورناس کشیدن اون موجود قطع شد و یه جورایی میخواست از دست بهروز خودش رو بیرون بکشه و فرار کنه، ولی فایده ای نداشت. یهویی چند تا برامدگی دیگه شبیه همون سرا اطرافش پیدا شدن. من و سپهر دیگه از ترسمون میخواستیم تمومش کنیم که بهروز داد زد راهو نشکنید، سر جاتون بمونید. بعد با صدای بلند چند تا دعا و ورد نامفهوم خوند و چیزی ما ازش نفهمیدیم که یکی یکی اون سرا داشتن غیب می شدن و می رفتن. فقط همون موجود اول مونده بود که بهروز گفت دیدی نمی تونی کاری کنی؟ پس از اینجا خارج شو. بعد یه صدای خنده وحشتناکی از سره اومد و دور تا دور خونه شروع کردن به ضربات ممتد و محکم که دل آدم رو می لرزوند. همونجا یه صدایی توی گوشم پیچید و گفت بلند شو، این یه کلا برداره، فقط تو رو بدبخت میکنه، بلند شو، وگرنه بهروزم به خاطر تو بدبخت میشه، ولش کن، این یه شیاد حرومزاده است. خواستم از جام بلند شم که بهروز با عصبانیت شدیدی گفت والله قسم از جاتون بلند شید، همین الان از این خونه میرم و بر نمیگردم. حرفمو گوش کنید. هر ستامون پر از بغض و ترس و عصبانیت شده بودیم. بهروز بالاخره دو سیلی محکم به اون سره زد و گفت اخرج یا ملعون، اخرج. یهو اونم غیب شد و بهروز سری ملافه رو کشید. ملافه رو که کنار زد یه دعا خوند و من از ترس و عصبانیت گفتم تو اصلا بلدی کاری کنی؟ همه چیزو بدتر کردی برامون. سپهر از ترس نای حرف زدنم نداشت. بهروز گفت میلاد بهت گفتم تحمل کن، این کار آسونی نیست. واقعا میخوام بهم اعتماد کنی و به حرفام گوش کنی. جواب دادم حالا چه غلطی بکنی؟ گفت من اونا رو محدود کردم، نگران نباش، فقط مونده از خونه بیرونشون کنی. دیگه نصف شبم شده بود و بهروز گفت من باید برم خونه، فردا دوباره میام و کارو ادامه میدیم. سپر گفت چرا نمیمونی امشب؟ شاید اتفاقی افتاد. گفت نمیتونم، باید برگردم خونه، نگران نباشین، اتفاقی هم بیفته چیز مهمی نیست، فقط کنار هم بمونین و سعی کنین بخوابین، چیزی نمیشه.
گفتم خب آقا بهروز، حداقل بگو باید توقع چی رو داشته باشیم امشب؟ جواب داد هیچ خطری نیست، نگران نباشین، فقط در حد ترسوندن هستن. شایدم نباشه، اصلا تا فردا میام صبر کنید میام درستش میکنم. خلاصه خدافظی کرد و ما هم ازش تشکر کردیم و قرار شد فردا دوباره بیاد. ساعت 2 شب بود، من و سپر هنوز خواب به چشمون نیومده بود. از ترس فقط پای تلویزیون دراز کشیده بودیم. داشتیم یه فیلم نگاه میکردیم که یکم فکر این اتفاقات از سرمون بیرون بره که یهو سپر گفت میلاد، به نظرت مرگ چطوریه؟ بعد مرگ چیه؟ گفتم الان وقت این سوالات آخه، دیوونه؟ گفت نه واقعا میخوام بدونم اگه همین الان من رگ خودم رو بزنم به نظرت میرم یه جای دیگه، یه زندگی دیگه؟ بعد و دنیای دیگه چجوریه؟ یا فقط عین تلویزیون خاموش میشیم؟ گفتم اولا تو غلط میکنی رگ تو بزنی، دوما مهم نیست، وقتی مردیم میفهمیم. سپر گفت نمیدونم، یه حس عجیبی دارم، واقعا دوست دارم بفهمم که بعدش چیه. گفتم دیگه چرت نگو، منم میدونستم دارن یه چیزی توی گوشش میخونن، واسه همین چارچشمی مراقبش بودم که کاری نکنه. دوباره پرسید میلاد، به نظرت فسخ کنیم خونه رو؟ گفتم آره تو فکرشم، فسخم میکنیم، فقط جریمهش رو باید بدیم و این یکی دو ماهی هم که اینجاییم سعی میکنیم اینجا رو آروم کنیم. اونم تایید کرد و گفت دایی رسول رو دیدی؟ شبیه اسکلا بود. زد زیر خنده. ها 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 ها. منم هی نگاش میکردم، کم کم خنده هاش عجیب و غیر طبیعی میشد. خیلی ترسیده بودم نکنه اتفاقی براش بیفته. حالش رو که دیدم دقیقا این نشه ها برخورد میکرد. گفتم سپر خوبی؟ گفت آره چطور مگه؟ گفتم هیچی مهم نیست. کم کم چشاش خواب رفتن و داشت میخوابید. منم که خوابم میومد اما به زور خودم رو گرفته بودم که حواسم بهش باشه کاری نکنه. تاریخ این خونه پر از خودکشی های غیر طبیعی بود و به هر حال باید احتیاط میکردیم. منم یکم بعد دراز کشیدم و پلکام داشت سنگین میشد، یهو صدایی اومد تو ذهنم، عین تلپاتی بود، بهم گفت ما اجازه میدیم اینجا بمونید، دیگه مراسم فردا رو انجام ندید. بعدش گفت اون انسان ذات ناپاکی داره، آدم خوبی نیست، اونو به این خونه نیارید. بعدش هم یه همهمه و پچپچ خیلی زیادی تو سرم پیچید. با خودم فکر کردم حتما بهروز بد جور اذیتشون کرده که اینجوری از حضورش میترسن. وقتی این فکر رو کردم حواسم نبود که افکار منو میفهمن. همون لحظه گفت ما نمیترسیم. بعدش هم یه سیلی محکم زد توی گوش من که جلو چشام سیاهی رفت. از ترس بغض شدیدی کرده بودم. دوباره گفت دروغ نمیگوییم. جلوی آینه خودم رو دیدم اما جای هیچی رو صورتم نبود، ولی به شدت جاش میسوخت، انگار مهر داغ زده بودن رو صورتم. با عصبانیت گفتم دست از سر ما بردارید، لعنت بهتون. اون لحظه چیزی دیدم که تا عمر دارم فراموشم نمیشه. روبروی آینه بودم که سایه های سیاه با پاهای دراز و بدنی قوز کرده پشتم ظاهر شد. فوراً سرمو چرخوندم اما هیچی نبود. دوباره به آینه نگاه کردم، دیدم داره به هم نزدیکتر میشه. قلبم اومده بود تو دهنم. برای یه لحظه تونستم صورتشو ببینم. واقعا قابل توصیف نبود و یه صورت سیاه و زشت با 2 چشم بزرگ، زبون دراز که عین مار میومد بیرون و تکونش میداد. باور کنید هر چقدر از ترسناکی و وحشتناکیش بگم کمه.
یکم اینور اونور چرخید و منم مات و مبهوت روبروی آینه خشکم زده بود و فقط نگاه میکردم. اومد نزدیکتر، خواست اون زبون کریه و بعد ترکیبشو به صورتم بزنه که از ته دلم داد زدم و فرار کردم. سپهر وحشت زده بیدار شد و گفت چی شده؟ چی شده میلاد؟ گفتم اونجا سپهر تو اتاقه. دیگه فهمید جریان چیه. یه بسم الله کرد و بهم گفت بیا بریم تو ماشین، اینجا امن نیست. منم قبول کردم و رفتیم تو ماشین، صندلی‌ها رو تخت کردیم و چند ساعتی خوابمون برد.